همکارم مصدق پارسا از روبروی شورای اروپا همراه ما هست تا برامون توضیح بده، بیشتر بگه که چه تصمیمی قراره در این ساختمان گرفته بشه. مصدق، در شورای اروپا امروز وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه روی چند موضوع بحث میکنند که مسئله ایران و سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی یکی از اون موارد است، آنچنانی که جوزف بورل از دومین بسته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفته میشه در میان دست کم 30 فرد یا نهادی که قرار تحریم بشه، به گفته وزیر خارجه آلمان، القه داخلی سپاه پاسداران و نهادهایی که در حمایت مالی و تمویل این سازمان نقش دارن هم شامل این تحریم ها خواهند شد. تحریم ها در حال اعلام میشه که به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، او یک روز پیش با امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفتگو داشته و در این گفتگو از به جانب ایران یک بار دیگه هشدار داده شده تا حمایت خودش از روسیه در جنگ اوکراین را متوقف کنه. با توجه به اینکه جوزف بورل گفت شواهد بسیار کافی و واضح در اختیار اتحادیه اروپا است که ایران پهپادهایی را در اختیار روسیه قرار داده برای جنگ اوکراین، یکی از پرسش‌هایی که آقای بورل با او روبرو شد تهدید ایران برای واکنش مشابه به این تحریم‌ها بود که آقای بورل گفت که این جزی از بازی است و کشورهای مثل چین و روسیه هم پس از تحریم چنین واکنشی را نشان می‌دهند. این طبیعی است، اتحادیه اروپا برای شامادگی داره. هرچند اقدامات ایران را اشتباه دانست، به ویژه تحریم نماینده های پارلمان اروپا را یک اقدام نادرست تلقی کرد. در کنارش یک از مسائل دیگری که ممکن هست تحت تاثیر قرار بگیره مسئله برجام هست. آقای بورل تاکید کرد که برجام برای جلوگیری از استی شدن ایران بهترین راه حل هست به باور اتحادیه اروپا کماکان، و مذاکرات در این زمینه ادامه پیدا خواهد کرد. اما آقای بورل تاکید کرد که برجام در حال حاضر در مسیر درستی قرار نداره و از یک بنبست نام برد که برجام را تحت تاثیر قرار داده و به همین دلیل در حال حاضر تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا مقامات و افراد را در جمهوری اسلامی برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف قرار میده به دلیل سرکوب معترضان، و در کنارش گمانه های وجود داره در رسانه های اروپایی مبنی بر این که ممکن هست روابط اتحادیه اروپا و ایران بر سر مسئله حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین دچار تنش های جدی تر هم بشه و فشارهای بیشتری را موسوی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی شاهد باشیم. اما در حال حاضر آنچه که میدانیم اینه که تحریم های حقوق بشری به دلیل سرکوب گسترده معترضان از سوی جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا مورد بحث هست و دومین بستهش هم مورد توافق طرف ها قرار گرفته، و آنچنانی که وزیر خارجه آلمان امروز پیش از آغاز نشست وزرای خارجه تاکید کرد، جمهوری اسلامی باید بدانه که جهان و اروپا شاهد و ناظر است بر آنچه که او در برابر شهروندانش انجام میده، و گفت که کشتن و سرکوب شهروندان بی پاسخ نخواهد ماند. ممنون از تو مصدق پارسا از محل نشست شورای اروپا.